باز هم جنایتکاران خامنه‌ای سرپناه خانواده محرومی را که تضمین دریافت وام 20 میلیون تومانی بود در ایلام تخریب کردند. پاسداران غارتگر در منطقه‌های وحشیگری پدر و مادر و سه دختر خانواده را از خانه بیرون کرده سرپناه را تخریب کردند و بعد همین ملک را به 3 میلیارد و 800 میلیون تومان به فروش رساندند. خوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم، اتوبوس را مجانی می‌کنیم. دلخوش به این مقدار نباشید، ما هم دنیا را می‌آباد می‌کنیم و هم آخرت را. روز سه‌شنبه مزدوران غارتگر منازل مسکونی مردم در زاهدان را نیز وحشیانه تخریب کردند. یک شهروند زاهدانی گفت: مگر خمینی نگفت که آب و برق مجانی است؟ شما را صاحب خانه می کنیم. ما از خمینی و خامنه ای خانه نمی خواهیم. تنها منازل مسکونی ما را تخریب نکنند. مردم فقر، بدبختی، بیچارگی گریبانشون رو گرفته. انشاءالله به زودی گریبان شما را خواهند گرفت. علت چیست؟ در برابر این آلونک هایی که تخریب می شود کدام کاخ بالا می رود؟ این ثروت و قدرت می خوره به هم، یکیش میشه آقای طبری. کار به جایی رسیده که پاسدار زرقامی در جنگ غارت دست آخوند آملی لاریجانی را رو میکند. یعنی چطور میشه یه آدمی رئیس قوه باشه یه فردی یه اتهاماتی بهش الان وارد شده؟ خب بذارید بررسی بشه دیگه. اما وقتی تمام قد شما هم دفاع کردید، هم گفتید ما همه رو بررسی کردیم، پس نشون میده که اون صحابه قدرت و ثروت خوب خودشون رو بستن. این تصویری از نظام غارت و آن روی سکه تخریب پناهگاه محرومان است، نظامی که با دستان همین حاشیه نشینان جارو خواهد شد. آخوندا حیا کنید، مملکت را رها کنید. آخوندا